به نام دادار دادستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر استانداردی جهانی برای احترام به حقوق همه انسان هاست. بر اساس اعلامیه حقوق بشر، آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی انتخاب مذهب باید برای همه انسان ها به رسمیت شناخته بشه. اما سوال اینه که چرا حقوق انسان ها توسط برخی انسان های دیگه نادیده گرفته میشه؟ مشکل از اونجا ناشی میشه که در دنیای سرشار از کمبودها، هر انسان میتونه تهدیدی برای انسان دیگه باشه که زمینه های نزاع و جنگ رو میتونه مهیا کنه. پس چطور میشه بر این مشکل فائق اومد؟ یعنی چطور میشه که دنیایی سرشار از صلح و عدالت ایجاد کنیم؟ آیا واقعا میشه؟ این بستگی به نوع نگاه انسانها به هم نوعان خودشون داره. باید ابتدا حق رو تعریف کنیم. اینجا رو خوب دقت کنید. من از خود به عنوان موجودی آزاد آگاه نمیشوم مگر آنکه خود را همچون عضوی از جامعه انسانها تصور کنم. پس نمیتوانم تمام آزادی بیکران را فقط به خودم نسبت دهم. من تا جایی آزادم که آزادی دیگران را به رسمیت بشناسم. این همون مفهوم حق. خوب دقت کنید. یعنی به رسمیت شناختن حقوق دیگران در جامعه مدنی. اما پایداری حقوق در جامعه بستگی به این داره که همگان اون حقوق رو به رسمیت بشناسن و به همدیگه اعتماد داشته باشن. باید همگان به این نتیجه برسن که امکان نداره چیزی برای ما خیر باشه مگه اینکه برای همگان خیر باشه. اگه آزادی خود رو میخوایم باید اون رو برای همگان به رسمیت بشناسیم. همون سخن معروف که میگه هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. ولی اینها شرایطی اخلاقیه که هیچ ضمانت اجرایی نداره. پس قدرتی باید در کار باشه که بتونه همگان رو وادار به احترام نهادن به حقوق عمومی کنه که این قدرت فائقه همون دولته. پس ضرورت وجود دولت در شرایطیه که کمال اخلاقی بشر به اونجا نرسیده که در آن هر عضو جامعه تنها بر پایه انگیزه های اخلاقی به حقوق و آزادی های دیگران احترام بذاره. یعنی تا زمانی که ما بر اساس وجدان و اخلاق به همدیگه احترام نذاریم و پایه احترام ما اون زور دولت باشه، ما هنوز به اون سطح اخلاقی نرسیدیم. اما دولت، اون دولتی که ما ازش صحبت میکنیم، باید فرانمود اراده آزاد انسانها باشه. یعنی نماینده واقعی اکثریت انسانهایی باشه که در جامعه زندگی میکنن. این طبیعیه که مردم به قوانینی که پشت درهای بسته تصویب شده باشه احترام نمیذارن. پس یکی از شرطهای اساسی و اخلاقی احترام مردم یک جامعه به قانون اینه که دولت رو نماینده راستین خودشون بدونن. پس در دموکراسی واقعی آزادی و آزاد بودن انسانها قربانی قوانین نیست، بلکه زائیده قوانینه. خطاب به مردمی که در کشورهای جهان سوم در شرایطی نامطلوب و تحت سیطره حاکمان ستمگر زندگی می کنند باید بگیم که شما از حاکمان خود متنفر نباشید، بلکه از خودتان متنفر باشید که جایگاهی را برای این افراد نالایق در نظر گرفته اید که شایسته آن نیستند. وقتی در درون خود به این نتیجه رسیدید، اون وقت انقلاب واقعی به وقوع پیوسته. تنها یک انقلاب وجود داره که عبارت است از تنویر افکار و تطهیر اخلاق. این خیلی مهمه. وقتی به چنین حدی از رشد فکری و اخلاقی رسیدیم، اون وقت به قول روانشاد دکتر ملکی، مجبور نیستیم ز گهواره تا گور دنبال آزادی باشیم. ما میتونیم نسلی باشیم که شرایطی رو مهیا کنیم که نسل بعد از ما ز گهواره تا گور آزاد باشن.